سلام به شما عکس خفن خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه با پست گولد فارم هفتگی وفد اینجا این پست شماره 348 بچه که چنل دنبال دارن میدونن که ما تقریبا حرفه در مورد این پست گولد فارم وفد ویدیو میذاریم یه پستیه که میاد تی تریکا و ترفندهای گولد ساز تو بازی رو بهمون معرفی میکنه خود عکس خودم کچکتر کنم و بریم ببینیم این هفته در مورد چه موضوعاتی خواسته صحبت کنه یک در مورد کژوال گلد میکینگ صحبت کرده یه داشی اومده گفتی که آقا خب من خیلی هاردکور نیستم نمیخوام بیام روزی 10 ساعت فارم کنم من نهایتا روزی دو سه ساعت دارم گیم بازی میکنم و میتیک پلاس رو ریدم میزنم چه جوری گلد مثلا ریپی رو فلاسک و پوشن و این چیزامو به دست بیارم یعنی یک گلد میکینگ خیلی ایزی که خیلی ازم وقت نگیره و یه مقدار گلد بهم بده به معرفی کنید و چیزی که اینجا بهش معرفی کردن یکی گفته از کانسرویشن استفاده کن پرفشن ها هم مخصوصا پرفشن کرافتینگ کانسرویشن دارن و یک محدودیتی دارن برای مثلا من به شغلمو باز کنم مثلا اینسکریپشن هم که میبینید من هزار تا دارم که خب اشتباه میکنم خرجش نمیکنم شما سهمیه روزانه دارید این پر میشه هر چند وقت یه بار و شما مثلا میید یه سری آیتما رو رنگ سهش رو بسازید برای مثال این دارکون سیگیلو اگر من بخوام رنگ سهش رو بسازم کلی باید پرفشنمو و اپ کنم کلی بعد نالج بگیرم متریال رنگ سه بعد بریزم تا بتونم رنگ استیش رو بسازم خوب. ولی خیلی راحت با خرج کردن کانسنتریشن هم مثلا میتونم اینو به رنگ دو یا رنگ سه ارتقا بدم و چیزی که اینجا گفتم همینه گفته که از این کانستوریشن استفاده کنید در طول روز مت آیتم هایی که با شغلتون میتونید بسازید حالا نمیخواد شغلتون خیلی لول اپ کنید فقط شغلتون رو بگیرید تا یه حدی لول پیش کنید از کانستوریشن شغلتون استفاده کنید واسه اینکه گل بیشتری به دست بیارید این یک به تیپی که اینجا گفته تیپ بعدی که گفته گفته خب آقا با هیرو تربوماین بگیر اون تایمی که منتظری واسه دانجن اینوایتد کنن واسه رید اینوایتد کنن تو مپ چرخ خربوماین کن تقریبا مثلا بین 15 کی تا 20 کی مثلا هر ای نیم ساعت 20 دقیقه که ای تو اینوایت بشی توی دانجن یا رید میتونی در بیاری که خب اون به مقدار لازم گل حالا فلاسک و پوشن اینجوری چیزا تو به دست میاری اینجا هم یه ویدیو هست متخصصا در مورد کانستریشن گفته که شما چه جوری میتونید از کانسولیشن استفاده کنید ما دیگه این ویدیو بچا نمیبینیم لینک قسمت از وفای تو دیسکریپشن هست اگه خواستید برید خودتون این ویدیو رو ببینید چون اگه بخوام تک تک ویدیوهایی که اینجا معرفی کردم ببینم من یه خیلی تایم ویدیو طولانی میشه و این ویدیو بچا جنبه خبری داره اوکی ویدیو آموزشی نیست دفعه پیش ما اینکه این ویدیو رو گذاشتمون یکی یکی ماله بود که داشت. خب بچا دقیق آموزش نداره من باید چیکار کنم بچا این ویدیو ویدیو خبریه خب و موضوعاتی که توش گفته میشه انقدر زیاده که من اگه بخوام بیام تک تک واسه همش آموزش بذارم ویدیو 4 5 ساعتی میشه خب ما آموزش ها رو قبلا گذاشتیم توی این ویدیو صرفا نکات ریز و درشتی که حالا مثلا شاید تو ویدیوهای قبلی نگفته باشیم و داریم بازگو میکنیم اوکی پس اگه نمیدونید چجوری میشه خیلی از این کارا رو کرد چون آموزش های قبلی که در مورد پرفشنها یا خیلی چیز دیگه من گذاشتم شما ندیدید مطمئنم خیلیاتون خیلی از ویدیو ها رو ندیدید بعد میارین پایین قور میزنید که خب داشت من چجوری باید این کار رو بکنم برو ویدیو های قبلی رو ببین و اینجا یه چیز دیگه که نوشته گفته که خب شما بچه فیشینگ بگیرید خیلی خوب خب نا کنید نوشته که برید تو هالو فال و بغل واتر ها فیشینگ کنید یعنی میگه اگه هربو ماینو گرفتی بغلش فیشینگ هم بگیر نظرم این نکته که حتی به درد بچه هایی که هربوماین ماین میکنن تو سطح گسترده هم میخوره خیلی خفنه نوشته چی نوشته شما شغل فیشینگ رو بگیرید توی هالو فال بغل دریاچه که میچرخید فیشینگ نود یا واتر پیدا میکنید اونا رو فیش فیش کنید شما کافیه بچه‌ها رو مینی مپتون ترک گزینه ترک رو بزنید تو فیشینگ بگیرید خود به خود ترک میکنه خب حالا من با این هیرو فیشینگ ندارم اگه شما با هیروتون فیشینگ داشته باشید میتونید ترک کنید دقیقا مثل هربومان که ترک میشه تو نقشه بهتون نشون میده جای فیشار هم تو نقشه بهتون نشون میده خب یه نود فیشینگ نوده که اون مثلا یه بار مصرفه یه بار بکنش دیگه کلا اونجا دیگه فیش بهت نمیده یا فیش ارزو قیمت بهت میده اینجا گفته تو حال و فال بچرخید بغل واتر بغل آب و همراه با هربوماین فیش هم بکنید گفته یه سری از فیشینگ هایی که شما میتونید به دست برید بالای 800 گلد دونه قیمت داره که خیلی سود زیادی واسه شما داره و خب این گفته که به هربوماین اکتفا نکنید فیشینگ هم بغلش بگیرید به نظر من تیپ خیلی خوبیه و یه داداش اومده دا اینجا گفته از شغل تیلورینگ و اینچنتینگ بگیرید و از لول آن استفاده کنید اگه میخواید که مثلا حالا یه گلدی در حد کژوال به دست بیارید و گفته چیکار کنید نوشته آنری کنید با شغل تیلورینگتون تب ریویلینگ رو تبدیل به بولت کنید بولت رو تبدیل به بریسر کنید و بریسر رو دیسینچنت کنید میگه این کار سود خیلی زیادی داره حالا من بخوام بتون نشون بدم مثلا این شغلم که تیلورینگ داره بچه‌ها من شوق تیلورینگ باز میکنم برای مثال بچه ها مثلا میگم پنج تا دونه ویور کلود میذارم و اینجا بودیم حتی کانسوریشن هم خرج کنم که مثلا حتما رنگ دو بده مثلا رنگ دو شو بذارم کانسوریشن خرج کنم که حتما بهم رنگ سه بده خب دقیقا حالا موضوع قبلی که در مورد کانسوریشن داشتیم گفتیم شما یه سهمیه روزانه دارید میتونید از این سهمیه روزانه استفاده کنید که سود کنید خب با اینو کریت میکنم ویور تبدیل میشه به بولت بعد این بولت بچه که 17 تا بولت رنگ 3 بهم داد که از 5 تا دونه ریور کلود رنگ 2 قطعا سود بیشتری داره و شما میتونید باز دوباره این بولت رو تبدیل کنید به بریسر در از طریق خود این شغل کرفتینگتون بریسر میتونید بسازید و اون بریسر رو میتونید دیسینچنت کنید واسه سود بیشتر یعنی با استفاده از این آن و با استفاده از می میتونید یه گلد حداقل دست بیارید این روش نیست که شما بتوید ازش گلد خیلی زیاد به دست بیارید چون شما خب کانسرویشن کم میارید قطعا یک مقدار کانسرویشن تعداد محدودی دارید ولی خب واسه بچه‌ای که میخوان کژوالی گلد به دست بیارن خیلی خوبه شما هم که شغل مثلا کرافتینگ دارید ولی تا حالا از کنسولیشنتون استفاده نکردید حتما از کنسولیشن استفاده کنید و این داداشم اومده گفته که من 12 تا کرکتر دارم با همشون اسکینینگ گرفتم و اون کولدان روزانه اسکینینگ رو میزنم که گلد قابل قبولی بهم به میده کلا 10 الی 15 دقیقه در روز وقت میگیره 12 تا کرکتر ازم و در حدود 30 40 هزار گلد هم بهم میده واسه کسی که خیلی نمیخواد هاردکور گلد جمع کنه واقعا روش خوبیه در مورد اون حالا کولدان که من قبلا ویدیو گذاشتم سعی میکنم لینک ویدیو تو دیسکریپشن بزنم اگه کسی خاص بره ببینه چون دیگه قبلا در موردش صحبت کردیم تو این ویدیو خیلی در صحبت نمیکنیم به نظر اینم روش جالبی. کاراکتر زیاد دارید میتونید کولدان اسکینینگ بگیرید که البته گلد خیلی زیادی بهتون نمیده که بگیم مثلا بگیم در روز یه عالم گلد میتونید جنریت کنید به درد در کسایی میخورن که کژوالی بخوان گلد پلاس بیارن خیلی دنبال گلد فارم میسن کلا تی... تیپ این هفته در مورد اینجور آدم است و موضوع دومی که توی این پست هفتگی ووفت هست در مورد گولد فارم توی تولد 20 سالگی ورد رفته بچه یک ویدیو معرفی کرده از کانال تاورن گیمینگ میتونید کانالش رو دنبال کنید من خواهم کانالش رو سابسکرایب دارم خیلی ویدیو های خفنی میذاره اولا که توی این ویدیو چند تا نکته گفته گفته آقا تو تولد 20 سالگی ورد فورک گرفت شما یه سری آیتم ها رو از وندور میتونید بخرید خودتون تو اکشنوس بفروشید برای مثال یک از آیتمی که میتونید بخرید این آیتم تو این توی بالون چست یه توی که توی تولد 20 سالگی ورد فورک گرفت این توی شما به قیمت 10 تا دونه برونز میتونید بخرید که حالا فردا پس فردا که این ایونت بیاد در موردش ویدیوی کاملتر آموزشی میذارم یک نیم نگاهی بخوایم داشته باشید به موقعیت گلد شما میتونید بیاید با کارنسی توی این بازی و این توی رو بخرید این توی شاید به نظر کم ارزش بیاد خیلی نخواد این رو بخرم ولی اونجای ارزشمند میشه که این ایونت تموم میشه بالاخره بعد چند هفته این ایونت تموم میشه و تا شاید ده سال آینده شاید پنج سال آینده شاید 20 سال آینده دیگه همچین ایونتی بلیزارد نمیده و این جایزه که شما توی این ایونت میتونید بگیرید و تو آکشنس میتونید بفروشید بعد از این اینکه این ایونت تمام میشه قیمت های استثنایی و بالایی پیدا میکنن چون اون موقع دیگه کسی نمیتونه رو فارم کنه یه همچین موقعی داره یک بچه این تویست که میتونید بخرید و بفروشید دو یه مدل پت بچا لیل دامی هیت هم تو این از لیل دامی هیلت این لیل دامی هیلت تو بچه شما میتونید باز از وندورای توی تولد 20 وردفار کرفت بخرید و تو اکشن بفروشید یه چند مدل پت و توی دیگه هم داره که حالا این دوتایی که بهتون معرفی کردم اصلی تریناش بودش و در مورد بوستینگ هم صحبت کرده گفته که رید جدید قرار بیاد و حالت هیرویی کم داره و خیلی ها شاید اون بوست رید هیرویک کو بخرم و بتونه گلی زیادی داشته باشه یعنی یک سری آیتم های خاصی که شما با برونز میتونید بخرید از تولد 20 سالگی ورده رفت و بعد ها قطعا قیمتش گرون میشه بعد تمام شدن ایونت و یه سری هم موقعیت بوست داره دیگه واسه بچه کارا میخوان کن بوست کنن این رید جدیدی که میاد قطعا حالت هیرویی کش یه طرفدار داره که بوستشون میخره و اینجا در مورد صحبت کرده بعدی کسایی که آلچمی دارن من خودم دوست داشتم آلچمی بیارم بالا تاموترجی مو تست کنم ولی نتونستم و, و الان آلچمی ندارم که بخوام خودم براتون تست کنم اینجا گفته که شما تاموترجی داشته باشید روز سود خیلی زیادی میتونید بکنید چند تا تیپ اینجا نوشته نوشته که حتما رئیستون باید گوبلین باشه یا کولتراس را فکر کنم واسه اون وندور دیسکانتی که میگیره و به خاطر اون پرفشن اسکیلی که این دوتا ریس دارن و گفته که همه نوت هایی که به تاموترجیتون توی آلچمی اسکیل میده رو حتما بزنید و گفته خیلی راحت میتونید تو خود شغلتون با یک کلیک راست ببینید که چه نوتایی مثلا چه هربایی چه ماینایی چه متریالی به شما اسکیل میده که برید همشون رو بگیرید و بزنید نوشته که اکسسوری یعنی پرفیشن تولز آبی بگیرید و تا جایی که میتونید این چند بندازید روش و روی ریسورس فولنس کار کنید مثل تومترجی نوشته که یک کالا صفحه مثلا خودتون مثلا یک کاغذی یک اسپریت شیتی یک اکسلی درست کنید و قیمت ها رو توش بذارید و مثلا چک کنید که کدوم تامترجی کدوم متریال ها میتونه سود داشته باشه چیزی که اینجا نوشته نمیشه که مثلا شاید شما ببینید که خب تفاوت قیمت بین متریال رنگی یک و رنگی دو خیلی زیاد نیست و شما تامترجی شاید برشون سود نداشته باشه یه توضیح بخوام بدم تامترجی یک لولیه توی آلچمی که مثلا متریال رنک یک بهش میدید به شما متریال رنک دو میده یا متریال رنک دو بهش میدید متریال رنک سه بهتون میده یه نوشته یه سری از قسمت‌ها یه سریاش سود داره مثلا گفته تفاوت قیمت مثلا رنک دو و رنک سه توی یه سری از ها 5 6 برابره و شما با این تامومترجی کردن میتونید گلد زیادی به دست بیارید حالا من خودم آلچمی ندارم که سود کنم ولی چیزی که اینجا نوشته و نکاتی که اینجا گفته یک ویدیو هم براش گذاشته که اگه خواستید خوب بدید ویدیو رو نگاه کنید و بیشتر در مورد این قضیه اطلاعات بدست بیاید این ویدیو رو ما نمی‌بینیم اگه خواستید خودتون بید ببینید لینک این قسمت از ووفه تو دیسکریپشن هست بحث آخری که در موردش صحبت کرد توی پست هفتگی وفه در مورد گلد دیفلیشن یک صحبتی که کرده گفته بیلزارد اومده کلا میزان گلدی که از بازی میشه در ورد و هی هر اکسپنشن کمتر میکنه این نکته ای که باید اینجا بگم بچه شما وقتی که هربوماین ماین میکنید یا هر چیزی دیگه فارم میکنید وقتی تو اکشن هوس میفروشید شما گلد از تو بازی در نیاوردید در واقع گلد رو از یک پلیر دیگه گرفتید خب و اینجا در مورد اون سورس ها اون منابعی صحبت میکنه که مستقیما از توی بازی میتونه گلد بکشه بیرون مثل چی مثل آیتم ای که به وندور میفروشید مثل کوست هایی که میزنید متا کوست هایی که میزنید بهتون گلد زیادی میده مثل پرفشن تیبلی که خب میزنید و اون پرفشن تیبل ها بهتون گلد میده اومده گفته چی گفته که بیلیزارد هر اکسپنشن که میریم جلوتر این گلد خامی که از تو دل بازی میشه داره ورد و هی کمتر و کمتر میکنه مثلا اگه یادتون باشه دراگون رایدینگ ریس ها مسابقات دراگون رایدی که تو سطح مپ بود بین 500 تا 700 800 تو دونه گلد میداد هر کدومش الان برید بزنید کلا 100 تا 200 تا گلد میبینید یعنی تا خشتک گلدی که میشه ازش گرفت و نرف کرده میشن تیبلی که تو اکسپنشن شادولند بود کلا از اکسپنشن دراگون به این ور ورش داشته های هفتگی که شما میزان گلدی که بهتون کمتر کرده هر چقدر تونسته گلی که از تو دل بازی میشه در ورد رو بلیزارد کم کرده از اونور قیمت مثلا ریپی رو زیاد کرده از اونور گلد سینک ها رو بیشتر کرده دلیلش همینه که خب خودش وفت توکن میتونه بیشتر بفروشه به نظر من خوبه هر چقدر که گل کمتری به صورت مستقیم از تو بازی در بیاد و گلد سینک بیشتر باشه باعث میشه که ارزش گلد بره بالا و این به نفع ما هست بچه چندین صفحه در مورد همین مسئله صحبت کرده که چرا بلیزارت داره این کار رو میکنه و چه اتفاقهایی افتاده و اینکه مثلا قبلا ما تیب... مثلا تیبل تیبل داشتیم از اون گلد پلاس می اومد مثلا دراگون دراگون فلایت ریسینگ داشتیم خیلی گلد میداد یا خیلی روشای دیگه بود که از تو دل بازی گلد در میومد. اومد و الان بلیزارد نور نرف کرده و یه نکته دیگه که هست نه بر ازش غافل شیم چند روز پیشم در موردش ویدیو گذاشتم خیلی ها تو اکسپنشن های قدیم به صورت گسترده دارن بات میزنن و ارزم به حضور شما که این بات ها دارن راگلد خیلی زیادی از دل بازی میکشن بیرون و هر چقدر بلیزارد بخواد اینجور کارا رو بکنه که جلوی راگلد رو کم بکنه ولی باز بازم زیادی از بازی داره در میاد به نظرم بیلزارد باید بزنه هر چی هر کی که تو اکسپنشن های قدیمی فارم میکنه رو بنگ کنه حالا منظورم با بزنه هر چی بود تو اکسپنشن قدیمی هست رو بنگ کنه جایدن که خیلی سختگیر شده توی وارویتین ویتین به نظرم رو اکسپنشن قدیمی هم باید سختگیر باشه بره تو مپ های قدیمی هر کی داره راگولد فارم میکنه بشه بزنه. بزنه یه تو دهنی بهشون بزنه همه این مولتی باکسر رو بنگ کنه خیلی میتونه تاثیر مثبت داشته باشه رو اکونومی گیم چون اون کسی که بات میزنه یا مولتی میزنه قشنگ داره میرینه تو اکونومی گیم ما دیروز یه ویدیو در مورد بات گذاشته بودیم یکی اومده واسه من کامل گذاشته بود داداش من خودم بات میزنم چون علمشو دارم اگه کسی بات میزنه به این دلیل نیست که داره کار اشتباهی میکنه ما علمشو داریم بات میزنیم من بودم که What the fuck داداش داری میرنی تو بازی داری میششی تو اکونومی بازی بعد مثلا اینجوری که نه من کار اشتباهی هم نمیکنم دیگه قضاوت به خودتون مرسی که این پست هفتگی وفد با من همراه بودید ماچ بکله همتون و خدا نگهدار